رئیس جمهور ترامپ در نشست انجمن یهودان آمریکایی از حکومت ایران که دشمن سوگند خورده اسرائیل تلقی می شود انتقاد کرد و گفت ما 150 میلیارد دلار به ایران پرداخت کردیم. 1.8 میلیارد دلار پول نقد. هیچ چیزی نگرفتیم. اما امروز ایران یک کشور متفاوت است و به این معنا نیست که ایران هر وقت بخواهد بیاید و حمله کند. آنها ممکن این کار را نکنند، ولی آنها در کشور خود تظاهرات دارند و پول ندارند و ما بر آنها قوی ترین تحریم ها را وضع کردیم. بنابراین ببینیم که چه می شود. رئیس جمهور ترامپ از شهروندان ایرانی که معترض به تصمیم دولت خود مبنی بر افزایش مواد سوخت است حمایت نمود. ترامپ گفت او باور دارد که هزاران ایرانی در اعتراضات اخیر کشته و هزاران دیگر توقیف شده اند و علاوه نمود که ایالات متحده همیشه در مبارزات صلح‌خواهانه برای آزادی در کنار مردم ایران خواهد ایستاد. از سوی هم امروز یک شنبه در ایران حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور در خطابه با جلسه افتتاحیه پارلمان ایران گفت مبنای بودجه ما بر مبنای همچنان فشار حداکثری و ادامه تحریم آمریکاست. این به اون معنا نیست که دولت قدم‌های دیگری رو بر نداره. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده بر روز شنبه در مورد اوضاع در ایران ابراز نظر کرد و نظریات مبنی بر اعزام 14,000 سرباز را به شرق میانه قبل از کریسمس امسال رد نمود، ولی گفت که نیاز نیست تا برای یک حالت اضطراری آمادگی گرفت. بر اساس آنچه در سرک های ایران این روزها می بینید، شما رژیمی را دارید که با نگرانی مواجه است. کار خوب است که مردم ایران خواهان انکشاف، آزادی و آنچه ما در کشور خود از آن لذت می‌بریم هستند. بنابراین شما رژیمی را که بی‌نهایت در نگرانی به سر می‌برد دارید و فکر می‌کنم نیاز نیست که ما برای وقوع واقعی احتمالی آمادگی بگیریم. در حالی که دو رهبر هر دو کشور نظریات شدید را علیه پالیسی‌های همدیگر ابراز داشتند، مسعود سلیمانی یک دانشمند ایرانی که به عنوان بخشی از تبادله زندانیان میان ایران و ایالات متحده آزاد گردید، همراه با جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به تهران بازگشت. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.